همینطور به مهمون عزیز که امروز اینجا تشریف آوردیم برای بار اول کیا هستن که امروز بار اول توی کلیسا آمدن میتونیم با هم به ایستین میکنم خوش اومدیم به کلیسای خداوند نمیدونم چقدر با عیسی مسیح آشنایی داری یا نه برای حضور خدا اینجاست که اگر هنوز کسی با عیسی مسیح آشنایی نداره مطمئن هستم که شاید از کلام و خدا چیزی متوجه نباشی بلکه فقط همینطور که با قلبی باز بیایم و میگی عیسی مسیح میخوام با تو آشنا بشم بیا خودت رو به من آشکار کن مطمئن باش آمدن تو بی نخواهد بود تمای این 2018 چند بار هر دفعه باید چیز کنیم تکرار کنیم که فراموش نکنیم اینه که ملکوت تو بیاد و ارادت انجام بشه و این اراده تو یا ملکوت تو بیاد این از من شروع میشه اول باید ملکوت در من بیاد بعد از این ملکوت پادشاهی خدا در کلیسا بیاد و همینطورم دوره برای کلیسا جایی که ما زندگی می کنیم همینطور هم توی تمام دنیا مخصوصا هم که ما الان کلیسا در بر اطلاع داریم که ما از هفته آینده از 23 تا 25 فوریه ما اینجا وقت خواهیم داشت برای روزه و دعا توی کلیسای مکسیکو رینگ ما اینجا جمع خواهیم شد روزای سه شنبه هست ساعت شیش و نیم چهار شنبه شیش و نیم و پنج شنبه شیش و نیم برای دعا و شفاعت جانویه چی گفتم؟ فبریه من رفتم توی فبریه اونجا هم بر... برنامه هایی خواهیم داشت گوید جانویه بیست و سوم بیست و چارم بیست و پنجم ساعت شیش و نیم کسانی که آدرس رو بلد نیستن به هر حال میتونن از خادمین بپرسن جلسه پنج شنبه جلسه خواهرها ساعت سه و نیم طبق معمول شروع میشه تا ساعت تقریبا ساعت 6 بعد از این 6 و نیم برادرها با هم جمع خواهیم شد با خواهرها همینطور هم روز چهار شنبه برادرای عزیز جلسه برادرها نخواهیم داشت بلکه جلسه دعا خواهیم داشت شفاعت خواهیم کرد با خواهرها از ساعت 6 و نیم تا ساعت فکر میکنم نه طول میکشه و مخصوصا برای کشورمان ایران میخوایم شفاعت کنیم ایران واقعا احتیاج به دعای ما داره و مطمئن هستم و میدونم از جاهای دیگه که توی تمام دنیا کلیساهایی هستن که روزه و دعا در ماه ژانویه هم گذاشتن حتی سه هفته روزه گذاشتن نه سه هفته پشت هم بلکه هر شخص یک روز رو انتخاب میکنه دعا میکنه و شفاعت میکنه برای کشور ایران که ما این فیض رو که به دست آوردیم به وسیله عیسی مسیح این نجات رو به دست آوردیم همینطورم هم هموطنان خودمون هم در ایران و مخصوصا هم همینطور هم همینطورم برای افغانستان هم احتیاج دارن کشورهایی که واقعا زیر تسلط اسلام هستن آزاد بشن و همینطور به عیسی مسیح ایمان بیارن سوال من اینه که الان از شما عزیزان آیا حاضر هستین صدای خدا رو بشنوین حاضر هستیم برای خداوند بیستیم و برین آمین. این آمین خیلی ناقص بود فقط الان هم احتیاج نیست تکرار کنین اولین بار که تکرار کردین این نشانه اصلیشه الان دوباره بگم حتما همه هم شما آمین هم خواهید گفت برحال من همینطور که در موردش هم فکر میکردم در مورد همون خاندگی که ما داریم ما باید اینطوری نگاه کنیم سه نوع گروه هایی هستن یا ایماندار هستن توی کلیسا هستن یک نوع افرادی هستن که نجات رو پیدا کردن بخشش گناه رو به دست, به دست آوردن و همینطور هم حیات جاودانه رو به دست آوردن و میگن که این کافیه برای من بیشتر از این نمیخوام زندگی خودش رو میکنن و میرن توی برحال منظور نیست که توی گناه فقط زندگی میکنن منظور اینه که دیگه این برای ایشان کافیه بیشتر نمیخوام و گروه دوم افرادی هم هستند که به حال احساس مسئولیت میکنن و میان کلیسا خدمت هم میکنن در این کلیسا مثل اینکه وظیفه انجام میدن بد نیست وظیفه انجام دادن الان همین تمامی چیزهایی که اینجا ما تمام برنامه ها و تمام گروه از گروه تکنیک انتظامات نظافت همه چی با هم به حال یک خدمت هایی باید انجام بشه که شما بیاین اینجا وارد بشین و بشینین و کلام رو گوش کنین به حال این قسمت دوم افرادی هم هستن که وظیفه خودش رو انجام میدن و قسمت سوم افرادی هستن که برای خودشون فکر نمی کنم بلکه احساس مسئولیت می کنم برای تمام دنیا و احساس مسئولیت می کنن که اراده خدا واقعا در این دنیا انجام بشه ملکوتش پادشاهیش بیا در این دنیا این اصلا فرق می کنه. اینجا یک وظیفه نیست که مثلا بگم وظیفه من این دیگه روش زندگیه روش زندگی اون افرادی هستن که این خاندگی خاندگی الهی شنیدن و جس شدن و میگن که زندگی خودم رو به دستای عیسی مسیح میذارن که پادشاهی خدا بیاد این فقر میکنه دیگه خودت برای خود زندگی نمی کنی بلکه برای او که تو رو نجات داده زندگی میکنی تقدیم این سرودی که خونم خوندیم تقدیم کنم و هر چیزی که از آن تو هستم ای عیسی مسیح از آن تو هستم یعنی هیچ چیزی در من وجود نداره که مال من باشه نه فقط سلامتی بلکه اصلا هر چیزی که من دارم از طریق مالی و استعداد و هر چیزایی که حتی برکت هایی که خداوند به من بخشیده مال من نیست این مال خداست یا بیشتر بگم مال این دنیاست الان سوال من اینه که الان یه قسمت هایی در موردش صحبت خواهیم کرد و اونجا مهم اینه که امروز هم واقعا خودتون متوجه میشید از این سه تا دست گروهی بودن کی هستن آیا واقعا من کدومش هستم اولینش دومینش سومینش اینم یه چیزی نیست که شما خودت رو محکوم کنی میگی وای الان من اولینش هستم الان نمیدونم چرا پاستور اینطوری صحبت کرده نه ما اینجا محکوم نمی کنی. بلکه حقیقت باید گفته بشه فقط هدف خدا اینه که چیزایی که در تو وجود داره شاید خوابیده باشه شاید یه زمانی هست که تو با عیسی مسیح آشنا شدی و الان به توی دنیا زندگی میکنی بعد از یک مدت اتوماتیک نگاه میکنی میبینی که نه اونقدر این آرامش این شادی یه چیزایی از از دست دادی و کار خدا اینه که چی میگن قلقلی کنه تو رو یکم تشویق قلقلق کنه کم تو رو تشویق کنه ببین ای پرزندم ای پسرم ای دخترم خیلی چیزایی زیادتری هست که میخوام به تو ببخشم یه چیزایی در ما بیدار بشه الان دو هفته است که یه قسمتی هم صحبت میکنه یعنی کوتاه همین توی موعظه هم ما قلمی هستیم قلمه هست... قلم هستیم در دست خدا این برای من خیلی یعنی واقعا اینو زمانی که این تصویر جلوی چشمم هم میاد من قلم از نرمال قلمی برمیداریم مثلا میگه به درد نمیخوره فقط به دست کیه به دست کیه به دست خودمه مینویسم داستان آلبرت رو مینویسم یا خودت رو سپردی به یک بر برادر یا خواهر یا همسرت یا زن و بچه بچه تو اونها داستان تو تاریخ خودت رو می نویسید. یا این قلم در دست خداست او تاریخ رو می نویسه و زمانی که کتاب مقدس رو نگاه میکنه میبینید خیلی افرادی هستن تو اونجا الان افرادی هستن که شریر هستن خرابکاری کردن اونا قلمی بودن که در دست شیطان بودن و افرادی هم هستن اسم نوشته شده همینطور نگاه میکنی به این زن فایشه که پیش عیسی مسیح آمد اونجا تمام داراییش اونجا ریخت پاهای عیسی مسیح و میگه که عیسی مسیح خودش میگه به تمام دنیا از او تعریف خواهد شد چون این کاری که کرد خدمت کرده خدمت نکرده این خدمتی نبود که کرد این روش زندگیش بود خودش رو ریخت میگه عیسی هر چیزی هست مال توست و عیسی مسیح میگه که توی چهار تا انجیل میگه که همه چیز یعنی این اسم، کاری که او کرده در تمام دنیا و تمام کتاب مقدس در, موردش تعریف خواهد شد خدا رو شو خدای ما خدایی نیست که ما رو خوانده برای خدمت من باور نمی کنم به اون خدایی که بگه که آلبرت من تو رو خواندم برای خدمت برای خدمت خدا منو نخوانده برای خدمت خدا منو و تو رو نجات نداده ما فقط اینطوری آلمانی میگن تیکن ما اینطوری چیز میکنیم الان ما نجات پیدا کردیم الان در حال خدمت کردن باید باشه برای خدا منم من بتونیم خدمت کنیم یه قسمتی بود که دوست داشتم با شما در میون بذارم در کتاب اشعای نبی باب 6 که چیه؟ نسرین الان یک قسمتی از اشاینه به باب 6 آیه یک تا هشت میخونه و اینجا هم نمیدونم نه اونجا چیز نیست فقط دقت کنین که اشانبی بی در این قسمت چه چیزی دریافت کرده و در سالی که اوزیای پاتشان مرد خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها شیش بال داشت و با دو از آنها روی خود را می پوشانید و با دو پاهای خود را می پوشانید و با دو پرواز می نمود و یکی دیگری را صدا زده می گفت قدوس 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 یهوه سبایوت تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد و می لرزید و خانه از دود پر شد پس گفتم وای بر من که حلاک شدم زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایود پادشاه را دیده است آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری را با انبور از روی مذبح گرفته بود داشت و آن را بر دهانم گذارده گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است و اسیانت رفت شده و گناهت کفاره گشته است آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود گفتم لبیک مرا بفرست سوال من اینه که خود خدا به اشای نبی گفته که برو این صدا این خاندگی به کی بود؟ به کل به همه تقریبا مثل اینکه الان خدا اینجا, اینجا باشه و میگه که الان کیست که میخواد بره کی رو بفرسم ما باید نگاه کنیم به اون خدایی که ما ایمان داریم به عیسی مسیح که هیچ موقع بار روی زندگی ما نمیذاره هیچ موقع با فشار ما رو صدا نمیکنه خود عیسی مسیح هم نگاه میکنه هیچ جایی نبود که خودش به حال دستور بده بلکه که بیا هر دفعه که میگفت بیا منو پیروی کن هر کسی که میخواد زندگی خودش رو یا شاگرد من بشه صلیب خودش رو برداره و منو پیروی کنه این خدایی که ما میپرستیم خدا رو شکر که این روش رو نداره ماهیتش این نیست که فشار بیاره همه چیز روی محبت ساخته شده همه چیز روی محبته خود آمدن عیسی مسیح میگه که خدا آنقدر انسان رو دوست داشت که یگان پسر روش رو داد که به وسیله او منحلاک نشیم بلکه حیات جاودانه رو به دست بیاریم این روش خداست این ماهیت خداست ما فقط نجات پیدا نکردیم که حداقل بدونم که الان خدا چه کاری میکرد چه کاری برای من کرده مهم اینه که بدونیم که این پشت این کار خدا چه شخصیتی چه ماهیتی هست چه موجودی هست اونجا این قلب اون خدا چطور میتپه و اینجاست که زمانی که اشای نبی این صدا رو شنید قبل از این صدا چه اتفاقی افتاد میگه که زمانی که این پادشاه مرده بعد از این خدا رو دیدم در آسمون نشسته روی تخت پر از شکو و این ردایش این هیکل رو پر کرده بود بعد از این فرشته ها رو دید که چطور میان پیش خدا من اونجا میگن قدوس, قدوس 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 یعنی یک شکوی دید و این زمانی که متوجه شد زمانی که او رو دید و بعد از این گفته من آدم ناپاکی هستم لب ناپاک هستم و همین ناپاک لب هستم و بین قومی زندگی می کنم که ناپاک لب هستن یعنی به یه جایی به یک ملاقاتی با خدا رسید گفته من به درد نمی خورم به یه جایی با ما باید برسیم که صدای خدا رو بشنویم تا صدای خدا رو نشنویم تا متوجه نشیم یا بیشتر بگم تا خودمون رو درست اینطوری که خدا ما رو میبینه نبینیم و این ملاقات رو نداشته باشیم نمیتونیم صدای خدا رو بشنویم من مطمئن هستم از شما بپرسم که آیا کسانی هستن که دوست دارن صدای خدا رو بشنون من فکر میکنم صد درصد دستا میرن بالا فقط یک روشی هست خدا بی خودی چرت و پرت صحبت نمیکنه خدا هر حرف هر حرفی که میزنه برای یک هدفه یک حرفی است که صحبت میکنه تو رو شفا بده آزاد کنه آماده کنه که چه چی کار،, چی کار کنی همینطور بشینی زندگی خودت رو انجام بدی نه با این ملاقات صمیمانه یک عشق یک قلنبه یک عشق بشی که شب، شبیه مسیح بشی که بتونی همینطور هر کاری هر خدمتی که در این دنیا انجام بدی پشتش عشق باشه نه وظیفه باشه وظیفه نفس نداره خسته میشه عشق خسته نمیشه عشق دیگه همه هر چیزی که هست اونجا ریخته میشه و اینجا با ماهیت مسیح آشنا بشیم که ببینیم که چه ماهیت عیسی مسیح داشت او خدا بود تا آخرین لحظه او وفادار بود وفاداری وفاداری خدا بدون محبت وجود نداره زمانی که خدا من میگه که به ما نگران نباش چون ما رو میشناسه چون خودش رو میشناسه خودش رو میشناسه چون من اونقدر وفادار هستم به این خاطر احتیاج نیست نگران باشی نگاه نمیکنه که تو چقدر وفادار هستی همه چی از ماهیت خودش نگاه میکنه به این خاطر تشویق میکنه بنا میکنه پس اینجا نگاه میکنه میبینیم که اگر صدای خدا رو میخوام بشنوم باید پس این تمایل میگن تمایلی که در ماست متوجه بشم یا ببینم چه, ته، چه تمایلی در من هست برای چه چیزی قلب من میتپه زمانی که خدا میدونه و میبینه در قلب تو این اشتیاق نیست خدا با تو صحبت اینطوری به خصوصی نخواهد کرد برای یک هدف چون میدونه زمانی که به تو بگه تو نخواهی شنید و هم بشنوی گوش های قلبتون میبندی که نشنوی چون دوست نداری یک هم در موردش بریم فکر کنیم زمانی که واقعا جلوی خداوند میسته و میگه خداوند میخوام صدای تو رو بشنوم من فکر میکنم خدا میگه که چی میخوای بشنوی چی میخوای بشنوی این چیزایی که تو دوست داری آرزو داری من به تو بگم بله من به تو بگم آفری من کار خواهم کرد برای تو یک نویسنده فلسفی نوشته بود گفته که خدای ما یک یک دایی خوب نیست دایی دایه خب اونکل دیگه دایی اس کن لیبا اونکل یه بابا نویلی نیست یک زلزله هست آلمانی ارد بیبن باید با این دید نگاه کنیم که خدای ما خدای قدوسی هست به این خاطر زمانی که خدا میخواد صحبت کنه با ما پس باید ما رو آماده کنه که بتونیم صدای او رو بشنویم تمام ناخالصی های باید از ما از بین بره و آمادگی, آمادگی داشته باشیم که بتونیم بشنویم و اینجا میبینیم که زمانی که اشای نبی همینطور نگاه کرد گفته وای بر من <applause> وای بر من دیگه واقعا دیگه به بنبست رسیده دی بود دیگه شانسی در من وجود نداره یه کسی که به شناخت خودش ذات خودش ماهیت خودش رو متوجه میشه که خرابکار جز از خرابکاری هیچ چیزی از او ساخته نمیشه زمانی که به یه بنبستی یا به به اون پایان بگم منیتتو تو برسی اون موقع هست که خدا این دستور رو میده و یه فرشته ای می میاد این زغال رو بر میداره و به لبهایی که متوجه شده این لبها خرابن، منظور لب بیشتر قلب ماست و اونجا زمانی که این آمد و او رو این گناه ها رو ورداشته گفته الان گناه های تو رو ورداشته شده الان همه چی ورداشته شده الان چی میگی؟ متوجه هستیم الان چی میگی؟ من همه کار رو برای تو الان انجام دادم الان ما که مسیحی هستیم یا متوجه شدیم گناهکار هستیم میگیم وای بر ما جهنم منتظر ماست شیطان هم دور ما میچرخه هیچ شانسی وجود نداریم و خدا میاد به وسیله عیسی مسیح تو رو نجات میده و بعد از این میگه که الان چی و زمانی که یک کسی که یک کسی که واقعا متوجه شده که ز، یعنی ذات گناه بودنشو متوجه شده که واقعا چقدر گناهکاره نه فقط قسمت اول ما نجات پیدا کردیم به عیسی مسیح قسمت اول که ما نجات پیدا میکنیم فقط میگیم که باشه که خیلی چند تا اشتباهاتی گناههایی که ما کردم فقط یک کسی که واقعا متوجه بشه که چه معنی گناه چیه گناه بودن چیه به یه جایی رسیده و میدونه که خودش همینه اون موقع هست که آماده هستین که صدای خدا رو بشنوین یک کتابی هم که اونجا خونده بودم اونجا گفته که اگه میخواین معنی گناه رو گناه کار بودن یعنی یا با کلام های دیگه میگن که اگه میخواییم, بدونین گناه یعنی چی به صلیب نگاه کنین که گناه عیسی مسیح رو چه کاری کرد ما بعضی وقت فقط یک عکسی از عیسی مسیح میبینیم که اونجا روی صلیب اونجا مصلوب شده فقط زمانی که میخوایم بگیم که اوج گناه کار بودن ما نگاه کنیم که تو این یک روز چه کاری با عیسی مسیح کردن مصیبت های مسیح نشون میده گناه یعنی این هر شلاقی که آمد این, این, گوشته شد تیکه پاره کرد این گناهه و همینطور هر کاری که با عیسی مسیح انجام دادن این گناهه این نبود که فقط عیسی مسیح اونجا بذارن تیر بارون کنن و بمیره این یک مرگ خیلی آسونیه عیسی مسیح باید اینطوری میمرد با مجازات میمرد که ما متوجه بشیم که گناه یعنی چی <applause> به این خاطر زمانی که اشای نبی اینو متوجه شده بود و بعد از این صدا آمد گفته که آنگاه آواز خداوند رو شنیدم که میگفت شنیدم که میگفت کی رو بفرستم و کیست که برای من برود اونجا دیگه اشای نبی اعلام کرد گفته لبک لب مرا بفرست من آماده هستم نه وظیفه هست بلکه دیگه از یک عشقی از یک احترامی به عیسی مسیح این خدمتش شروع شده به این خاطر اونجا خداوندم اونجا نگفته که کیست که میخواد برای من کار کنه بلکه کی رو بفرستم و خدمت اشای نبی عزیزان از زمانی شروع شد زمانی که ملاقات رو با خدا داشت اون موقع اتوماتیک دیگه خدمتش دیگه پشتش یک وظیفه نبود بلکه سرسپردگی بود موافق هستین؟ خیلی چیز, بخ... خیلی چیز عالیه خدمت ما زمانی لذت میبره زمانی که ما میدونیم که سرسپر... ما خودمون رو سرسپرد... سرسپرد... ما خودمون رو سپردیم به دست خدا من مال خدا هستم واقعا این تصویر جلوی چشمتون بیارین قلم در دست عیسی هستین و جالبش اینه که این قلم هیچ کسی نمیتونه بدزده این قلم هیچ کسی نمیتونه بدزده ورداره بشکنه خراب کنه چون در دست خداست چون تو الان داستان تاریخ دنیا رو می نویسی. شاید یک روز نمیدونم در ملکوت خدا این کتاب های زیادی اونجا خواهد بود و اونجا از اسمای افرادی که زندگی خودش رو فدا کردن نمیدونم توی جفا مردن توی زندان ها بودن اونجا نوشته شده چون این افراد بودن این برادر اون هایک که الان امروز هم در مورد صحبت کرده میشه و همینطورم هم برادر خواهر دیگه در تمام دنیا چه تأثیری گذاشتن این بیداری که در ایران به وجود آمده از کی به وجود آمده از 1991 91 92 بود که 10 تا کشیشان اونجا خون مقدس خودش رو پاکی که با عیسی مسیح باز خرید شدن ریخته شده و اینجاست که خدا بیداری رو آورد برای کشور ایران یعنی این ثمره ما یا ما ثمره این برادر خواهرایی که اونجا جانش رو دادم که ما نجات پیدا کنیم این خونهایی که ریخته شد این اسما نوشته شده خدا به وصلی هایک تاریخ رو عوض کرد تاریخ فقط یه نفر دو نفر رو عوض نکرد یه کشور رو از عوض کرد من مطمئن هستم که ما سمرای این برادر خواهر هستیم و افرادی هم دیگه که در قرن اول یک دو سه چهار اونجا زندگی خودش رو دادن و یک روزم زمانی که این پیام رو فهمیده باشیم یک روز همینطور نمیدونم اسم تو تو این کتاب ها نوشته شده یا نه یا اسم تو فقط اونجا الان فلان از این برادر این خواهر آمد نجات پیدا کرد بعد از این هیچ دیگه این نخ قرمز دیگه تمام میشه نخ قرمز میگن نه تمام میشه دیگه هیچ سمره نیست یا میبینی که این خون ریخته شده بود و چطور افراد نجات پیدا کردن ما میخوایم برای کشور ایران کشور افغانستان کشورهایی که زیر تسلط برال اسلام هستند تاریکی دروغ که شکنجه میبینن آزادشون کنیم و ما میتونیم من میتونم تو میتونی مسیح در ماست ما دعاهای ما قدرت خلاقیت دارن دعای ما زمانی که با جم با جمع، با یک دلی با جمع بشیم و شروع کنیم به دعا کردن مخصوصا روزه و دعا چه قدرتی هست و خوبیش اینه که حتی این دعاها و روزه هایی که میگیریم زندگی ما را عوض میکنن این نیست که من میام اینجا فقط یک کاری انجام میدم بعد از این خالی میرم بلکه هر چیزهایی که داوطلبانه به دست خدا میسپاری پر و لبریزتر از اونجا بیرون میایی خدای ما خدایی نیست که ما رو جیب های ما رو خالی نگه داره فقط پر میکنه به چیزهایی که ما جان تو نفس تو احتیاج داره نه انسانیت کهنه تو یه زندگی ماجراجویانه منتظر ماست و مخصوصا در یک زمانی هم زندگی میکنیم زمان خیلی حساسیه تمام وعده های پیشگوهای خداوند الان تمام شده تقریبا الان برال از دید من تمام شده شایدم اینجا اشتباه کنم برای چه چیزی خوانده شدی؟ در اول قرینتی ها به یک آیه نوه اینجا می میگه که امین از خدایی که شما رو به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است یا فرا خوانده هست توی تجربه, تجربه جدید امین از خدایی که تو را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده هست خاندگی ما اینه که خاندگی ما این نیست خدمت بکنی خاندگی ما اینه که با پسرش با عیسی مسیح آشنایی پیدا کنی با این وست کردن یک شدن با اوست که این محبت جاری میشه و خدمت خودش رو میشه و این خدمت به این خاطر اول گفتم من, من باور نمی کنم خدا منو, خدمت منو خانده برای خدمت کردن خدا منو خانده با مسیح یک بشم با مسیح اینجا ملاقات صمیمانه داشته باشم این عشق باعث میشه که ماهیت مسیح در من قرار میگیره و این ماهیت مسیح اتوماتیک با عاشقانه شروع میکنی حرکت کردن به خدمت یعنی نتیجه ملاقات با خدا دیگه تو میگی که لب خداوند من, من میخوام برای تو برم این عشق توست خداوند این ماهیت توست در من قرار گرفته من الان میخوام برم کتکم بزنی هر کاری هم بکنی من خواهم رفت چون عشق عشق تو در من قرار گرفته چون عاشق تو هستم عشق من به توست که میخوام خدمت کنم احتیاج به شبان آلبرت ندارم که بیاد یه حرفی بزنه یا نسیم به حرفی بزنه یه کسی بیاد یه حرفی بزنه نه خداوند من برای تو میستم من عاشق تو هستم این ملاقات باعث شده که ماهیت تو در من قرار گرفته و ماهیت تو خودتم که سپردی خودت رو به این دنیا منم خودم رو میسپارم به این دنیا یا بیشتر به تو که این دنیا نجات پیدا کنه که ملکوت تو بیاد پادشاهیت بیاد و ارادت همین تو در آسمون در زمین انجام بشه متوجه هستین منظور چیه بعضی وقت ما اینجا میگیم که عزیزان ما احتیاج به کمک داریم احتیاج به به الان خدمتی از هر قسمت هایی هست که مثلا باید یه چیزایی انجام بشه فکر میکنیم ما دنبال افرادی هستیم که بیان اینجا آمدن به عیسی مسیح به کلیسای آلف آمگا باید خدمت کنن چ... چند تا چیز... چند بارم اینطوری هم شنیدیم شنیدم که میگن که هر دفعه تو کلیسا آلف آمگا میریم اونجا باید اونجا خدمت خدمت کنیم نه عزیزان از اول کلیسامون پادشاهی خدا رو اعلام میکنه که ملکوت خود خدا بیاد اینجا ما موعظه میکنیم که ملاقات با خدا داشته باشی موعظه میکنیم شبیه خدا بشی موعظه میکنیم صلیب مسیح صلیب مسیح است که رو تبدیل میکنه به شباهت او و از این شباهت دیگه اون موقع حرکت شروع میشه آمین در این قرن آخری که ما زندگی میکنیم خدا دنبال این کلیساست که لبک لب میگه میگه خداوند منو بفرست الان زمانی که به از شما بپرسم میگم که زو الان کیو هستن که میخوان واقعا روزه و دعا بکنن دعا بگی... بکنن برای ایران میگین که باشه اوکی کی سه شنبه ساعت 6 اوکی گود میتونم بکنم الان میگم که عزیزان روزای سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه صبح ساعت شیش ما جمع میشیم برای دعا کردن تا ساعت ده دعا میکنیم شیش صبح <تصورت> همون صبح دیگه یه داستان تعریف کردی یعنی ماهیت رو نشون دادی صبح یا صبح چرا ساعت نه ساعت ده چرا ساعت ده؟ چرا نه شیش؟ چرا پنج؟ نه چهار جمع میشیم خب خدا ساعت ده هم صدای ما رو میشنوه الان باید اینجا بس کنیم ببینیم که کی میشنوه کی نمیشنوه <applause> <applause> ما <معیت> تو این چیزی که درون تو از این چیزا متوجه از این چیزها آشکار میشه چه سوال هایی میکنی با اشای نبی زمانی که خدا من میگفت که برحالی ساعتی میگفت که بودی لبک خدا من دیگه کافیه هر روز هر ساعت هر موقعی بگی من لبک لب میگم به تو یه کسی هست که بس نمیکنه با خدا متوجه هستین بس نمیکنیم با من یا با نسین با خادمینی که اینجا هستن یه کسی هست که احتیاج نیست دائما یادآوری کنیم وظیفه خودش وفاداری خودش چیه دیگه خودش میدونه میگم که همه چی عزیزان از این به وجود میاد چقدر ملاقات با عیسی مسیح داشتی و چقدر دوست داریم با او توی این ملاقات زندگی کنیم نه فقط مثال میگم الان بیاید بیاین یک شنبه اینجا دعا میکنیم یک ل... لمسی میشی یک یکم خدا به تو یک برکتی میدی، یکم احساس راحتی میکنی منظور من این این نیست اینا فقط نگاه کنی روز جلسه برادرها و جلسه خواهرها یا اینجا ما دعا میکنیم دستگذاری میکنیم افرادی هستن که برکت رو میگیرن این باید اینطوری نگاه کنیم. تمام برکت ها تمام چیزایی که ما به دست بیاریم اینا فقط و فقط چیزهایی مثل،, مثل پیش هایی هست که خداوند میخواد در ما یه چیزی روشن بکنه که ما ادامه بدیم فقط ما در این حال این از اون حال راضی هستیم و از این حال سال یک بوتی میسازیم آخ چقدر عالی بود هفته گذشته دستگذاری کرده نسین افتاده بودم رفته بودم تا آسمون اوکی الان کجا هستی زیر زمین خوبه میگی میشه نرسی خدا من. هفته گذشته واقعا عالی بود فقط تو همون هفته گذشته خدای هفته گذشته هستی که امروز هم هستی ادامه میخوام بدم اون یه چیزهایی بود به دست آوردم الان میخوام ادامه بدم دیگه دور صلیب نمیخوام بچرخم بلکه کمک کن خدا من روز به روز یک پله ای من بساز که بیام روز به روز روی صلیب و روی صلیبم زندگی کنم روی صلیب سرسپردگی واقعی پادشاهی خدا بدون صلیب یاخته وجود نداره درد رنج فقط ملاقاته زمانی که این ملاقات رو میگیری دیگه هیچ کسی نمیتو جلوگیری کنه هیچ جلوگیری دو... هیچ کسی نمیتونه جلوت به اما اگه مریم تو دیگه اجازه نمیدم به تو خدمت کنی آمی. افرادی میگن که خدا رو شکر افرادی از درد و رنج میکشن صبح تا شب اینجا میشینه من یه خدا من میخوام من میخوام بدون این خدمت کردن خدمت کردن منظور من خواهش میکنم اینو درست متوجه بشی کار کردن نیست روش زندگی ماست مثل اینکه بهت بگم که نفس ببند نمیتونه باید نفس بکشه و این ملاقات احتیاج داره کلیسا و زمانی که میخوایم بیایم و میبینیم که مثلا مثال میگم تو هیچ قلبی برای دعا نداری و در منم یادتون هست تقریبا چند ماه پیش بود من توبه کردم جلوی تمام کلیسا گفتم من خودم خیلی ضعیف بودم در مورد دعا و گفتم که خدا من ما باید شروع کنیم به شفاعت کردن ما باید دعا کنیم من باید بیشتر الان خدا من به هر حال یه چیزی در من وجود نداره و این شفاعت کردنه پس روزه میگیرم دعا میکنم که اینو در من روشن کنی و واقعا این کارم کرده نه فقط در منم کرده توی کلیسا الان به یه حرکتی به وجود آمد و خدا شروع کرد به دو جواب دادن های ما به این خاطر هم توی سرود گفتم که ما دو تا جاهایی داریم خیلی جالبه دو تا جا داریم ما میتونیم ما مسیح ها میتونیم بریم صلیب مسیحه که اونجا آزادی توست تبدیل شدن توست تخت فیض مسیحه که قدرت میگیری برای راه رفتن دنیا هیچ جایی نداره اگه تو دنیا قرار گرفتی با یک مشکلی به هیچ کسی بری پیش این روانکاوای این دنیا نمیتونن تو رو کمک کنن و من احتیاجم خودم احتیاج به هیچ چیزی ندارم جز از صلیب و جلوی تخت خداوند بیام میخواد این, این سرود واقعا عاشق این سرود کجا روم جز به تخت فیضت و همینطورم جلوی صلیب تو این دو تا جاگاهی هست که واقعا من ساخته میشم دردهای خودم رو روی صلیب میتونم اونجا بذارم شفا بگیرم متحد بشم با, ش... با رنج های عیسی مسیح او برای من رنج کشیده و منم میگم خودم میخوام اونجا متحد بشم و همینطورم امروز هم که ما میخوایم دعا کنیم خدا واقعا بیداری بیار در قلبای ما که واقعا بتونیم شفاعت کنیم دعا کنیم حتی برای روزه گرفتم احتیاج به فیض داریم من نمیتونم بگم من تاسم میگیرم روزه بگیرم من باید بیایم من واقعا بشم بعضی وقت مثلا سه شنبه میخوام روزه بگیرم از شنبه شروع میکنم دعا کردن که خدا من روز سه شنبه رو آماده کنه کن که زمانی که میخوام روزه بگیرم واقعا قدرت تو در من باشه نمیخوام بگم آمدم روزه برای من مشکلی نیست من روزه گرفتم پر رو بعد زمانی که هم خودم من واقعا اگه یک روزم میخوام روزه بگیرم فیض تو احتیاج دارم فیض تو احتیاج دارم بیا خداوند رو احاطه کن خداوند و میخوام نه روزه بگیرم برای خودم بلکه برای چیزایی که الان مربوط به خودته این میشه یک روشی که خدا خوشش میاد و جوابم میده خدمت ما بیان میکند که چه طبیعت در من وجود داره دوباره میگم خدمت ما بیان میکند که چه طبیعت در من وجود داره یا طوری دیگه خدمت من موجودیت من را بیان می کند بیان انجا نوشتم بیان خدمت تو موجودیت تو را بیان می کند با چه انگیزه ای تو خدمت میکنه. یه چیزی دیگه که از نسرین پرسیدم خدمت یا شیوه خدمت ما طبیعت یا ماهیت من رو آشکار و هویا میکنه هویدا هویدا میکند دوباره بخونم خدمت تو یا شیوه خدمت تو طبیعت یا ماهیت تو را آشکار و هویدا میکند درست خوندم نه؟ خب گفتم دیگه شیوه نه اولین دومین بار فقط خدمت بود الان شیوه سومین بار شیوه هم دوباره میگم ربطی به شیوه هم نیست خدمت من میگم که دو تا چیزایی هستن همین چیزی هم که نسیم خدمت من الان شیوه رو بگذار کنار خدمت من شیوه یعنی انگیزه درسته تقریبا دی آت وایزه این هم میگذارم کنین اصلا اوکی گود بیتونین الان هر دو تا منظور من من مخصوصا تکیه میکنم به خدمت خدمت ربط داره به یعنی از طریق خدمت کردن متوجه میشم که چه هویتی نه چه اه طبیعتی در من وجود داره به این خاطر من فکر میکنم این یک موضوع دیگه هم میخواستم صحبت کنم فقط فکر میکنم این فکر میکنم امروز برای این کافیه من میخواستم بیشترم برم توی زندگی استر فقط اینو شاید بتونیم روزای سه شمه، چهار شمه، پنج قسمت هایی همینطورم قبل از دعا کردن یه قسمتی از کلام خودم اونجا خواهیم شنید که بتونیم با یک دید جدید و با روح جدیدم بتونیم بریم برای, شرک، برای چیز کردن، برای دعا کردن من فکر میکنم این برای امروز کافی باشه اگر اینو فهمیده باشیم اگر خودتون امروز خودتون تفتیش کنید ببینید که جزء این سه تا گروه کی هستی یه کسی هستی که آمدین نجات پیدا کردین دیگه کافیه راحت باش عیسی مسیح دوست داره حیات جاودانی رو از دست تو ور نخواهد داشت کنار تو هم هست یا تسلیم به تو خواهد داد تو رو ترک نخواهد کرد وعده خدا تا آخر امین وفادار اونجا پشت تو خواهد موند قسمت دوم افرادی هستن که آمدین اینجا خدمت میکنین وظیفه خودتون انجام بدین حداقل بتونین شب میخوایم بخوایم بخوابیم میگیم ببین خداوند من برای تو اینو کردم اینو کردم اینو کردم اینم کردم اونم کردم, اونم کردم اینم کردم مثل اینکه حساب به پیش خدا من میاری میگه که چه کارهایی کردم وجدانمون رو راحت میکنیم این من زندگی رو کردم به این خاطر میدونستم یعنی خدمت من رب داره که چه یعنی نه آرامش من ربطی داشت که این لیست رو چقدر من می نوشتم چقدر تو این هفته آها اونجا هم توبه کردم اینم وظیفه خودم انجام دادم اونجا می بین اینجا این کار رو می کردم این افرادی نامدم من آمدم این کار رو کردم این لیست رو می آخ وجدان من راحت شد بد نیست خدا هم اونجا می خنده و همینطور میگه آفرین عزیز دلم دوست دارم و هیچ مشکلی هم اونجا نیست همه چی نرماله هیچ خشمه هیچ دردی هم نمیاد خدا هیچ موقع نمیاد که به تو نشون میدم تو چی هست نه اینطوری هم نیست خدا من رو ول میکنه ول منظور منه که راحت میذاره میگه سب کن ببینین بعد از یه مدت نه حالت جا نه حالت جا نمیارم نه نه خدا میگه که سب کن بعد از یه مدت خواهی دید کافی نخواهد شد هنوز لیوان تو نصفه و میخونی و میبینی که اینجا پره لبریز نگاه میکنی میگی چه نصفه بعد از این شروع میکنی به دعا کردن و اون موقع خدا میگه سو الان یه قدم دیگه به تو ام یه امکاناتی دوباره میدم به تو دوباره رشد کنی اینا دومین افرادی هستن و سومین قسمتی هستن که اصلا دیگه خودشون سپردن میگن خداوند واقعا دیگه خسته شدم از خودم خسته شدم از فکرهای من خسته شدم از این تصمیمای من خسته شدم از این هزار تا کارهایی میخواستم هزار تا دعایی میخواستم و تو هم به منم خیلی چیزهایی به من دادی راضی نیستم هنوز یه خلایی در منه خدا من واقعا میخوام با تو ملاقات داشته باشم و میخوام واقعا ایسا تمام خدمت من زندگی من روش زندگی من ماهیت من همه چی مثل تو باشه و میخوام هر کاری که برای تو میکنم هر چقدر ساعت ها هم برای تو بکنم از این از این عشق تو جاری بشه نتیجه ملاقات با تو نتیجه ملاقات با تو خدمت من باشه این این دعا رو اگه با تمام دل امروز انجام بدیم و بگیم خدا من واقعا اینو احتیاج دارم شما خواهید دید خدا چقدر تو رو آزاد خواهد کرد نمیخوام بگم آسونه سخته چون خدا باید شروع کنه به در تو انجام دادن اینطوری نیست که الان بیای جلو الان ما دست دست گذاری میکنیم بوف میگیری الان الان رفتم توی یک بودی دیگه نه یه چیز روزمره است من یک سال یک چیزایی که برای من آش... آشکار شده من اونجا خواستهای خودم رو اینو نوشتم روی دیوارم چسبوندم هر روز اینو دعا میکنم که فراموش نکنم چی میخوام دنبال چه چیزایی هستم منظور اینه که هر روز اگه واقعا این اشتیاق در تو هنوزم به وجود نمه هر روز شروع کنی برای این چیز دعا بکنی و به حتی میتونی این دعا رو بکنی خدا من این اشای نبی این ملاقاتی که با تو داشت گفته وای بر من بیار منو به یه جایی که به من واقعا برای من در من مکاشفه بشه بگم که وای بر من چقدر گناهکار هستم چقدر ذات من خرابه این دعای خیلی قویه و خدا تو رو اونجا خواهد آورد که از خودت بدت بیاد و در همون لحظه است که خدا با عشقش میاد همون که با اشای نبی آمد لبهاشو لمس کرد و گناه های تو رو برداشته شده الان تو میتونی مستقیم منو ببینی الان میتونی مستقیم صدای منو بشنوی الان زمانی که خدا به تو بگه تو انجام خواهی داد میگه لب خداوند زمانی که نگاه میکنی به ابراهیم خدا آمد و خدا صحبت کرد گفته که همه چی رو ول کن بیا من میخوام تو رو به یه سرزمین دیگه ببرم همه چی رو گذاشت آمد ابراهیم پدر ایمان ما درست قلمی بود در دست خدا که تاریخ رو نوشت موسا آمد موسا صدای خدا رو نشنید آمد میخوام برای خدا خدمت کنم با غیرت من میخوام قوم خودم رو نجات بدم نتیجهش چهل سال بیابون درسته؟ بعد از چهل سال بیابون اونجا خدا آمد خودش رو ظاهر کرد تو این بوت آتش و بعد از این خداوند گفته که برو من تو رو میفرستم اونجا دیگه برحال ما میبینیم که موسی اونجا معامله کرد من نمیتونم اینو نمیتونم اونو نمیتونم بلکه خدا آنجا کمکم فرستاد بدون این ملاقات خدمت ما خرابکاریه با ملاقات با خدا این فروتنی در تو قرار میگیره و اون موقع عشق خدا تو رو هدایت میکنه برای خدمت و هر خدمتی هم که انجام میدیم عزیزان ما دنبال موفقیت نیستیم من دنبال موفقیت نیستم دنبال این هم هستم که آخر واقعا خدا میگه که برای این کاری که به تو رو فرستادم انجام دادی عیسی مسیح که آمد اینجا در این دنیا موفق نشد که دنیا رو نجات بده او آمد وظیفه ی... نه آمد اراده پدر رو انجام بده درسته یا نه گفته برای این من آمدم اراده پدر رو انجام بدم نه دنیا رو نجات بدم و این خدمت اصلی او بود و ما هم همینطور من خیلی دوست دارم کلیسای ساختمونی بیشتری بهتری داشته واقعا هر دفعه میام اینجا واقعا دردم میکشم که این نام همه چیز که الان هست و صدا و هزار تا چیزایی هست میام به هر حال خدا نمیدونم مهم اینه که اراده تو هستم یا نه تو اراده تو هستی ما یا نه کلیسای الفا در راهی هستی که تو هدایت میکنی یا نه این مهمه نیست باید چیزای عوض بشه باشه خوب میشه الان چشما ببندیم الان نگاه کن فقط در این قسمت الان که خدمتی خدمت هایی میکنی کارهایی میکنی برای خداوند آیا واقعا از یک وظیفه ای است که انجام میدی یا واقعا با علاقه مندی برای عیسی مسیح انجام میدی یا اینا انجام میدی که فقط پاستور شبان تو رو ببینه آفرین بگه به تو به چه انگیزه ای می میکنی و کسانی که الان اینجا هستن که همینطور قسمت اولی که گفتم شاید میای میری راضی هستی شاید میگه که دیگه خسته شدم واقعا خداوند یکم احتیاج به پازی دارم اوکی فقط خدا امروز تو رو خوانده و میگه که من دنبال خدمت نیستم بلکه دنبال ملاقات با تو هستم زندگی خودت رو نگاه کن هنوز در در بیاون زندگی میکنی هنوز در سردرگمی زندگی میکن من تو رو صدا میکنم امروز امین از اون خدایی که تو رو شراکت پسر خودش عیسی مسیح فراخوانده است اون امینه وفادار کمکت خواهد کرد و ایسا مسیح امروز هم اینجاست که خودش رو ماهیت خودش رو به تو آشنا کنه شاید افرادی هم هستن که خودش رو سپردن شاید توی دردهایی هستی شاید چیزایی قرار گرفتی که نمیفهمی سعی میکنی شاید صدای خدا رو بشنوی و خداوند به تو میگه که صبر کن صبر کن صدای منو خواهی شنید از پشت خواهی شنید صدایی نخواهد بود که مثل توفان بیاد بلکه صدایی هست که لطیف پر, پر از قدرت اقتدار خواهد بود میشه یه لحظه همینطور هر یکی برای خودش تفتیش کن خودت رو <applause> ایسا دعا میکنیم برای خودم ایسا جان همینطورم برای کلیسای تو که تمام همه اعضای بدن تو هستیم سلولایی در بدن تو هستیم که با خون خودت ما رو باز خرید کردی ایسا جان کلام تو میگه خدا تو فیتیله نمیسوز و خاموش نکردی بلکه آمدی روشن میکنی خدا من امروز خدا هنوز خیلی ضعف در این کلیسا هست خیلی کارهایی کرده خداوند واقعا از تو راضی هستیم و تشکر میکنیم چی میگم راضی هستیم ما کی هستیم که راضی باشیم فقط از تو تشکر میکنیم واقعا از این فیضی که به این کلیسا بخشیدی فقط خدا من تو میخوای بیشتر یک کلیسایی باشیم مثل شای نبی که بتونیم لبک بگیم تو نگیم که او رو بفرست یا اون شخص رو بفرست منو نفر بلکه خدا بگیم که نه منو بفرست من حاضر هستم خداوند من حاضر هستم خودم رو به تو اسپارم و میدونم که فیض تو خواهد آمد من رو هدایت خواهد کرد من میخوام خداوند یک قلمی باشم در دستای تو بیا خوه. هر ناخالصی هایی که در من هست هر چیزهایی که هست که خداوند به درد نخوردنی از خداوند بردار بیا خداوند ما رو آماده کن ما رو به اون م... مکانی بیار خداوند مکانی خداوند و میدونم روح تو این کار رو میتونی انجام بدی و کامل انجام بدی که دیگه خودمون زندگی نکنیم تمام خودخواهی ها و هر چیزهایی که از خداوند هر چیزی که خداوند جلوی اراده تو و ملکوت تو از خداوند برداشته بشه ایمان دارم ایسا جان که ما در زمان آخر زندگی میکنیم بیا ما رو آماده کن خداوند همین در این حال دعایی که هستیم با هم یک سرودی بخونیم یک سرودی هست که مثل یک دعایی هست که میگیم خدا من قلبم رو به تو میدم هرچی در من است. یک سرودی که یک دعایی که شاید یک بار نگاه کنیم به این سرود و که بتونیم اینو مثل یک دعایی بخونیم و بعد از این همین توی این سرود الان قدرتی که احتیاج داری برای الان این روزه گرفتم و دعا کردم برای کشور خودمون دریافت کن احساس زیادی میکنم که خداوند الان میخواد مثل یک ثابت کنه که من پشت تو و کنار تو هستم

So